بیمارستان امام خمینی تهران، یکی از مراکز اصلی ارجاع بیماران کرونایی و غیر کرونایی، روزهای پرتب و تابی را می‌گذراند. آمار پذیرش بیماران کرونایی در فروردین 1400 نسبت به اسفند 99 در این بیمارستان حدود 6 تا 7 برابر شده و ظرفیت تخت‌های بستری رو به اتمام است. با این حال روند پذیرش بیمار به دلیل افزایش شدید موارد ابتلا سرعت بیشتری پیدا کرده است. بعد استراحت مطلق باشید، فقط در حد سرویس بهداشتی از جات بلند شید، تقویت غذایی بکنی، از نظر تغذیه میوه آب میوه در حدی که دیابتت اجازه میده، بقیه شما مایعات زیاد بخور، چایی دمنوش هرچی، بعد پروتئین گوشت مرغ بلژی مرغ رسمی بوغلمو یا هر چیز پروتئینی دیگه ای استفاده بکن. قرص ویتامینی رو داری؟ سی و دی و زینک و از این حرفا. برای حال خوب مردممون دعا کنیم و از مردممون خواهش میکنیم که پروتکل‌ها را رعایت کنن، بیرون نرن تا این مریضی
برطرف بشه. پذیرش بیمارستان واقعا پر شده. تختای بخشا واقعا پر شده. آی سی یو دیگه جا نداره و مریضای بدحال مجبورن تو بخش بستری باشن. نرین همدیگه رو ببینین که خانوادگی بستری نشین. در برخی موارد بیماران نیازمند آی سی یو در بخش بستری خدمات درمانی می گیرند چون آی سی یو ها هم دیگر ظرفیت ندارند. در پیک چهارم شیوع کرونا در ایران تعداد بستری ها به دو برابر پیک قبلی رسیده و حالا بسیاری از بیماران به شکل خانوادگی در بیمارستان بستری می شوند. در پایان فروردین ماه تهران شاهد رکورد دفن اموات در بهشت زهرا بود که نسبت به 50 سال گذشته بی سابقه گزارش شده است. 31 فروردین 147 جانباخته کرونایی در تهران به خاک سپرده شدند. ایران در این موج کرونا ابتلای روزانه 25,000 نفری را هم تجربه کرده است.